ازدواج اجباری مصداق پایمال کردن حقوق فردی انسان هاست و یک نوع خشونت جنسیتی به حساب میاد. ما شما پرسیده بودیم که آیا خودتان و اطرافیانتان قربانی مسئله هستین یا نه. در بخش روانکاو با شما هستیم و آقای امید وطن قرار است از دیدگاه روانشناختی در مورد مسئله ازدواج اجباری صحبت بکنن. شماره تماس برنامه هست 0798402. اگر سوال دارید میتونید تماس بگیرید. سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید، خیلی خوش آمدید. سلام، وقت شما بخیر. مازن شما خسته نباشین، وقت تمامی کسایی که ما رو بیننده هستن بخیر. آرزو میکنم خوب و سر حال و صحتمند باشین. قربانتون، بسیار تشکر. همچنین آرزوی با شما هم داریم. قبل از اینکه روی خود مسئله ازدواج اجباری بپردازیم، ما میخوایم تعریف ازدواج را از منظر علم روانشناختی شما بگوین برام. بله، واقعا ازدواج میتونه تعریف‌های خاص خود را داشته باشه، اما اگر ما عام بحث کنیم و ببینیم یک جای شدن دو جنس مخالف با همدیگر را ما میتونیم ازدواج بگیم. اما در قانون و در داخل چارچوب و در داخل لایحه و در هر دین و در هر طریقت و در هر جامعه و اجماع این تفاوت‌های خود را میتونه داشته باشه، که ازدواج ها هم میتونن وای گوناگون خود را داشته باشه. ما ازدواج های موفق داریم، ازدواج های ناموفق داریم، ازدواج های حد متوسط داریم و اخیرین ازدواجی که این ازدواج را دانشمندان میگه خطرناک‌ترین ازدواج میتونه باشه، ازدواج های اجباری داریم که ازدواج ها رگ ریشه های مختلف خود را داره. از جمله در افغانستان ما و شما یکی از ریشه های ازدواج های به بد دادن میگن. شاید یک واژه باشه خیلی ما شنیده باشیم و امروی شاید ما آشنایی داشته باشیم، یعنی وقتی که یک فامیل یک قتل انجام میده، یک کار را میکنه که فامیل جهت و مخالفش با او سازگاری نداره و میخواین بینشون صلح انجام بدن، باز یک بانوی بیچاره را از بین فامیل به اصطلاح میانیش به بد میتن و به خاطری که بین اینا میانجیگری شده باشه و صلح شده باشه این کار را انجام میدن. مسئله دومش استفاده کردن بانوها، متاسفانه و ماجان زیادتر 95% قربانی میرم اضافه کنم تحت ایسایی که انجام شده 95% قربانی ازدواج های اجباری بانوان هستن، چون متاسفانه در افغانستان ما شما بانوان و قدر حق انتخاب را ندارن و اصلا یک نمیته فامیلا با بانوها با دخترهای خود که شما انتخاب کنین. به این ملحوظ وقتی که میخواین بین دو فامیل صلح انجام شه یا همگان ارتباط برقرار کنن، باز اینا دخترشون را پیشکش میکنن. نوع سیومش نوع بازی با یک شرایط میتونه باشه. مثلا وقتی که یک کس عامیانه‌تر بگیم قمارباز هست و یا هم دوست داره همیشه بازی انجام بده، دیگه چیزی نمیمونه در زندگیش، تمام چیزهایی را داره میبازه، باز از دختر خود و از کسی که در داخل خانهش یک خانم است، یک انسان مظلوم است، استفاده میکنه و او را به نفر که دوست نداره میده. انواع مختلف فرعی هم میتونه داشته باشه، اما مروج ترینش در بین جامعه افغان نشین ما و شما ایستی نویش بود که من نام گرفتم. وقتی که ازدواج اجباری صورت میگیره، از نامش پیداست اجباری است و اصلا حتما یک جانب رضایت نداره. شاید یک جانب رضایت داشته باشه، شاید پسر یا دختر، اما جانب مقابلش نداره رضایت. این ازدواج میتونه با کلی ناموفق باشه، اما ریشه های هم وجود داره از نگاه علوم جامعه شناسی و روان شناسی و بحث های خانوادگی که اینا بتونن ازدواج خود را خوب بکنن. اما قبل از اینکه ازدواج صورت بگیره، ما باید به معرفت فامیل ها بپردازیم که چقدر از یک ازدواج موفق معرفت دارن، چقدر شناس دارن، چقدر میدانن واقعا، تا ای که فرزندای خود را به بود هلاکت نکشن و فرزندای خود را به خاطرش یک زندگی زیبا را خلق کنن. متاسفانه در افغانستان فامیل ها شناس کافی ندارن از ازدواج های موفق، ازدواج های ناموفق، الی ازدواج های متوسط، ازدواج های اجباری. به این فکر هستن، به این عقیده هستن که باید عمو قسمی که من نان میتونم، روزی میتونم، فرزندم تربیه میتونم، کلان میکنم، تصمیم عام و تامش به دست خودم است و من میتونم به خاطر یک ازدواج را هم تصمیم بگیرم، در حالت که تصمیم ازدواج تصمیم یک فرد و یک پدر یا مادر نمیتونه باشه، تصمیم فردی است و باید در این امر خیلی توجهی به سزا و توجهی داغ فامیل ها جذب شود. بله، تماس داریم. مسعود جان تماس گرفتن از کابل. سلام، وقت بخیر مسعود جان، خوش اومدید به برنامه. مسعود جان میشه تماس شد داخل استودیو وصل بکنن همکارا؟ مسعود جان میشنوین؟ بله، سلام. سلام مسعود جان، خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ تشکر. قربانتان. مسعود جان بفرمایید سوالتان رو پرسان کنید. ما یک سوال داشتم، نه به خاطر خاص مادر امره بچه ما ماش عرصی کردم و زندگی امره مرسی کرد مادر خانه مادر ما سمتی مرسیم کتم بود، بازم پیش مادرش مزار باز من دوباره پیش مادرش آمدم که مادرش یک سه ماه زندگی کرد، باز من رها کرد. دیگه بازم قسمی کنم زندگی ما خوب پیش نرفت، طلاق گرفتم. دیگه باز از او جدا شما لیم رو یک نفر دیگه آرسی کردم، تقریبا انسانش یک
هفتاد سالم یا سه تا اولاد دارن همراه میتی روی درست نمی کنم به من ازش نمی تگه پای من نمیشنم وقتی که میخوام گپ بزنم میگه برای من گپ نزن برو برو اخترم بگو برو اخترم میگه برای من میگم هر چیزی که میگم گپا به ناشنیده میگیدم خواهر گرامی شوهرتان گفتین هفتاد سال هست بله. از نگاه اقتصاد چگونه از فامیلتان؟ آیا ثروتمند هستن یا هم درجه متوسط؟ نه، از نگاه اقتصاد خوب هستن. خوب هستن. بگر. از شوهر بله. جدیدتان شما فرزند دارین؟ نه ندارم. ندارین فرزند. درست است ما گرفتون ان شاء الله مشکل شونه. درست است. تشکر مسعود جان از تماستم. مسعودتون خداحافظ. اولا اومو جان نازنین انسان ازدواج نمیکنه به خاطری که طلاق بگیره ازدواج میکنه تا زندگی بسازه ازدواج میکنه تا نسل تشکیل بده و الا ازدواجی میکنه به خاطر که یک آینده خوب را رقم بزنه به خاطر خودش فرزندایش و یک نسل که ازی به دنیا میاد یک ریشه ازدواج و یکی از ویژگی های منحصر به فرد ازدواج میتونه باشه اما در شرایطی که آخرین درجه ازدواج به شما پیش میآید و شما نمیتونید مدیریت کنین شرایط را و اصلا به تبع دل شما پیش نمیره و اگر شما خوب هستین جانب مقابل خوب نمی باشه اگر شما ایثار میکنین و فداکاری میکنین جانب مقابل انجام نمیده درجه آخر و حالت استرار اخیر میتونه جدایی باشه که به اصطلاح طلاق میگنش در هر شرایط و در هر علوم این هم میتونه خیلی خطرناک باشه و این هم میتونه خیلی خطرساز باشه به لحاظ اما حال وقتی که آب از کوزه سر میکنه و ایالت پیش میاد به یک زوج به یک خانم و شوهر و اینا طلاق میگیرن و الهی که نفر بعدی پیدا میشه که با دانستن تمامی شرایط زندگی شاید بدونه که شما طلاق گرفتین و یا هم شما شاید شوهرتان فوت کرده باشه شاید شما یک زندگی ناموفق یک زمان رو داشتین با شما ازدواج میکنه حتما ذهنیت هایی به خود داده حتما چیزهایی رو فکر میکنه از جمله ای که وقتی که امی خانمایی که مثلا شوهر خود را طلاق میتن یا هم شوهرشون فوت میکنن باز به اصطلاح میانیش بیوه خطاب میکنن به فکرم اینا بله. وقتی که ازدواج میکنن خصوصا مردها و خصوصا مردهای خصیصه که به خود این فکر را میتن که پول تمام زندگی است اما تا که من میتونم با پول ازدواج کنم میتونم زندگی بسازم میتونم موتر بگیرم و خانه بگیرم هر کار را انجام بدم میتونم با پول دل یک نفر را به دست بیارم اگر دل را مشکنانم هم میتونم با پول دوباره درمان کنم و او را بسازم شوهر اینا سنش خیلی بزرگ است شاید خود اینا ایرایی که باشن 30 ساله باشن ایرایی که باشن 29 ساله باشن اما شوهر اینا اگر 70 هم نباشه 60 هم اگر باشه خیلی سن بزرگ نسبت به اینا دارن از لحاظ دینی از لحاظ ژنتیکی کدام مشکل نداره اما از لحاظ روحی میخوایم بس کنم مواجهم چون در افغانستان ما و شما زیادتر ما مورد اگر هجوم رو قرار میگیریم از نگاه روحی و از نگاه عاطفی و روانی قرار میگیریم شاید شوهر اینا به خود تلقین کرده باشه که من با پول ازدواج کردم و اگر ما پول هم نداشته باشم شاید مرا خانمم دوست نداشته باشه یک مسئله مسئله دومش بین اینو کشیدگی هایی که به میان میاد شاید یادآور شدن شرایط زندگی قبلی بوده باشه فقط که اگر این خانم یگان اشتباهی را انجام میده یا یگان سرپیچی هایی را انجام میده شاید برویشون شوهرشون بیاره که تو قبلا هم شوهر داشتی اگر تو شاید متاسفانه خوب می بودی طلاق نمی گرفتی یا فلانه کار را انجام نمی دادی بعض راهکارهایی می تانه داشته باشه اما اگر زوجین نخواهند که به تفاهم برسن هیچ کس نمی تانه زندگی اینا را بهتر بکنه مجان ایثار فداکاری از خودگذری احترام و تمامی مسائل را که یادآور میشم میتونه سازنده و دیوار یک زندگی خوب باشه به خاطری که بتونن پیش برن و موفق باشن اما وقتی که این مسائل مراد نمیشه با زندگی به جدایی میکشه و زندگی تباه میشه به این خواهر ما پیشنهاد ما قسمی هست که شما یک زندگی را پشت سر گذاشتین شما تجربه یک ازدواج را دارین حتی شما گفتن که ما طفل هم به دنیا آوردیم به فکرم بله و شما خلاصه تمامی مراحل را که باید یک جوان و یک کسی که در زندگیش تجربه بیات را کسب کنه دارین حال شما باید تبدیل به انسان متجرب شده باشین یک کسی باشین که تجربه کسب کرده باشین از هر حالت از هر شرایط از بلندی های روزگار شروع به پستی های روزگار ختم از خنده های کودکتان شروع به گریه های نادری و گرسنگی تمامش شما باید کسب کرده باشین شما باید قسم با شوهرتان را بیا کنین که شما از اونا نگهداری کنین نه که اونا از شما نگهداری کنن در یک شرایط اگر ما پیشنهاد کنیم سن اونا شاید بزرگتر باشن میگه وقت پیری میرسد بهانه گیری میرسد وقتی که انسان پیر میشه عادتش طفلانه میشه عادت کودکانه رو به خود میگیره دوست داره همیشه در هر شرایط فریاد بزنه چیخ بزنه داد بزنه و همیشه کوچک گیری کنه به مسائل بسیار کوچک و کوتاه عصبانیت از خود نشان بده یک مسئله دیگه پیری رو وقتی که ما مطالعه میکنیم میبینیم که بالای کسی که
پیر میشه و مسن میشه، جانش خیلی شیرین میشه نسبت به دیگر. یعنی اگر ما یک تب میکنیم، یک ریزش میکنیم، یک گلودرد میشیم، یک تشویش و نگرانی میتونیم داشته باشیم. اما وقتی که انسان پیر به این حالت دچار میشه، یک کانسرن و نگرانی بسیار خطرناک در وجودش به میان میاد و نقطه سیمش خیلی دنیا دوست میشه نسبت به همه چیز. انسان هایی که پیر میشن و خصوصا پیرهایی که در جوانی و قدر فهم شاید نداشته باشن و از زندگی استفاده کلی نکردن، دنیا به اونا خیلی نسبت به انسانهای عادی شیرین تر می باشن. مال دنیا، متاع دنیا، حتی داشته های دنیا در یک شرایط میتونه باشه. به این صورت شما باید اکترک از خود گذر باشین، شما از تجربیات زندگی قبلیتان استفاده کنین، شما من حیث حتی یک اگر خانم هم هستین، من نمیخوام میره اشاره کنم که بالای بعضی دوستای ما بعد بخوره و ایره غلط بدانن، شما میتونین من حیث یک کس که حتی پرستاری میکنه از شوهرتان مواظبت کنین، چون بقای عمر فقط به خداوند جل جلاله معلوم هست. و حالا کسی که در زندگی شما پیدا میشه و میتونه که با دانستن تمامی شرایط زندگی، با دانستن تمامی مشکلات زندگی دست شما را بگیره و بخواد همراه شما یک زندگی موفق و یک زندگی خوب را پیش ببره، وظیفه شما در این حالت چی است؟ شما باید اندک از خود گذر باشین، شما باید کسی باشین که اونا را درک کنین و با اونا رویه خوب داشته باشین. در این حالت شما میتونین که یک زندگی موفق را بسازین. اگر کسی دیگه نمیخواد که زندگی شما ساخته شود، شما خودتان آستینتان را بر بزنین، زندگی خودتان را بسازین و به خاطر زندگی خودتان تمامی تلاشای دارین بخرج بدین. یکی از بینندگان ما تماس گرفته بودن، شریفه جان از مزار شریف کوم تصفان تماسشان قطع شد ولی همکار سوال جان نگرفتن. شریفه جان گفتن که ما به خواست خانواده ازدواج کردیم، 4 تا فرزند دارم و فعلا شوهرم ایران است، اینجا نیست و از طریق یک نفر دیگه به ما گفته که باید طلاق بگیری. ما طلاق میتوم تا و همچنان تهدیدش کرده به کشتن، گفته که باید چیکار کنیم، یک راهکار بهش پیشنهاد کنیم و گفته که ازدواجم به خواست خود من نبوده و به خواست خانواده شکار انجام داده. اینا ازدواج کردن، فرزنددار شدن، شرایط زندگی رو درک کردن، با شوهر خود عطا بودن و در یک شرایطی که شاید اقتصادشون خوب بوده باشه و بالاخره شوهر اینا مجبور میشه میرن، اولین کلام باید از زبان شوهر خود اینا بشنون که من میخوام خودت را طلاق بدم یا همی که من میخوام زندگی دیدم بدم. و بعدنش اگر ما و ماجان اسلامی هم مرور میکنیم و اگر در افغانستان و در قانون اساسی افغانستان حقوقی هم مرور میکنیم، میبینیم که حق طلاق را شوهر میتونه داشته باشه و یک خانم هیچگاه طلاق داده نمیتونه. اما اگر از نگاه ساختارهای اساسات و قانونهای دیگه کشور را بحث کنیم، باز مغایر است از افغانستان و فرق میکنه. اما در افغانستان ما و شما هم از لحاظ دین، هم از لحاظ حقوقی و قضیه های حقوقیش، یک شوهر حق داره که خانمش را طلاق میده. حتی وقتی که میگه شما به مزاق به خانمتان میگین که تو از طرف ما طلاق است، یا حتی اگر میگن بعض علما به یک عقیده و مجان میرسن که باریک بینی میکنن، میگن شما به مزاق به خانمتان نگوین که دیگه به ما کار نیستی، برو. اینقدر حرف را که شما به خانمتان اشاره میکنین میتونه خلای دینی و حتی یک خلای منطقی را ایجاد کنه در بین شما. حال شوهر شما نمیخواد با شما زندگی کنه و شما را میخواد طلاق بده، حتما کدام گزینه بهتر به ذهن خودشان پیدا کرده، حتما شاید کسی را یافته باشه که نسبت به شما به اونا شیرین تر باشه. شما هزار پافشاری کنین در بین کدام سود نمیتونه داشته باشه. در حالت که من درک میکنم تمامی خواهرایی را که در افغانستان سازگاری میکنن، زندگی میسازن، تحصیل میکنن، تربیت میکنن، الهی که فرزند کلان میکنن با داشتن میلیون ها مشقت ها، میلیون ها مشکل و میلیون ها ناامیدی ها، اما باز هم اگر از طرف شوهر خود اینا یأس و ناامیدی دریافت میکنن، در حالت که اینا قلب ارسال میکنن اما پس از جانب مقابل ناامیدی دریافت میکنن، درک میکنم که خیلی زندگی رو به اینا تلخ و زندگی رو خیلی ناهنجار میسازه. اما در شرایطی که شوهر اینا واقعا با خود اینا مستقیم کانتاکت برقرار میکنه و وصل میشه و میگه که تو از طرف ما طلاق هستی و طلاق هستی و طلاق هستی، به اصطلاح میگه بچار سنگ میگن و چرخم میگن، من نمیفهم و مطمئن میشن که واقعا در بین کدام دست بیگانه نیست و کدام کسی نیست که بخواد زندگی اینا رو به بود تبویی بکشه و خراب کنه. باز یگانه گزینه و یگانه راهی که به خواهر ما پیشنهاد میشه از خاطر داشتن یک زندگی خوب، جدایی میتونه باشه. در حالت که اگر شوهر شما نمیخواد که زندگی شما پیش بره، اگر شوهر شما نمیخواد که با شما باشه و شوهر شما رو با تمامی ویژگی هایی که دارین، فرزند بزرگ کردین، طفل به دنیا آوردین، اونا رو دوست دارین، با اونا یک ارتباط عاطفی برقرار کردین، در حالت که فامیل شما رو ازدواج میکنه، خواهر ما حفظ بودن که ما به خواست خودم ازدواج نکردیم، به خواست فامیل ازدواج کردیم، شما قبول دارین
دارین و اونا قبول ندارن، شما درک کنین که زندگی شما اگر باز هم شوهر شما با شما یک جای میشه نمیتونه که زندگی خوب باشه. اگر شرایط به شما مهیا هست و اگر شما میتونین که بعد از اینکه از شوهرتون هم جدا شوین زندگی رو ادامه بدین، یگان راه میتونه به شما این می جدایی که شوهر شما پیشنهاد میکنه باشه. چون ما نمیتونیم کدام راه کار دیگه رو ببین ببینیم که شما مثلا اونا شما رو ناامید میکنن، اونا شما رو طعنه میدن، اونا به شما حرفای رکیک و بسیار خطرناک میزنن و شما از خود دلیری نشان میدین و شما از خود گذری نشان میدین و دوباره زندگی رو ادامه میدین. پشتیبانی یک زن و مجان شوهرش است. اسپانسر و امو حمایتگر یک زن شوهرش است. اگر این حمایتگر خانم نداشته باشه در یک شرایط که خانم هم خانم خانه باشه، البته من این نقطه رو بیافزایم غلط فهمی نشه با دوستای ما، شاید خانم سواد نداشته باشه یا هم تحصیل نکرده باشه یا هم کدام کار مستقل یا کدام رشته مستقل نداشته باشه، در این صورت تمام زندگیش حدود 80% شوهرش است. اگر شوهرش نمیخواد زندگی رو ادامه بده، پس اینا هم باید عمو ذهنیت را که شوهرشون داره پیاده کنن و به زندگیشون ادامه بدن. فاطمه جان تماس گرفتن از کابل و گفتن که من خواهر خرد داشتم که البته دارن که به خواست خانواده او را به شوهر دادن و گفتن چون خواهر ما سنش خرد است، شوهرش بسیار سختگیر است، شوهرش بسیار امراض زیر رفتار ناخوشایند داره و حتی اجازه نمیده که خانه پدرش بره. میشه که بسیار کوتاه با فاطمه جان شما یک راهکار پیشنهاد بکنید؟ بله، واقعا بعض فامیل ها به این عقیده میرسن که میگن در زمانی که ما نامزد هستیم خانواده خسار و خانواده خشوع بالای ما زیاد قیدگیری کرده و نمیفهم قلین گرفته و نمیفهم مصارف را زیاد کرده، باز یک عقده در دلشون ایجاد میشه. البته من نمیفهم، کاش که تماسشون وصل میشد میرم پرسان میکردم که چقدر عمو تویانی خواهر خود اینا عقص کرده. به این عقیده میرسن که باید ما هم شکنجه کنم و جزا بدم. یک رای بسیار عمومیش که در افغانستان حدود 95% هم در بین جامعه و مردم ما رایج هست امی هست و مجان که میگن ما باید عقدگیری خود را بکنیم و امو تمامی مشکلات را که ما در دوران نامزد دیدیم باید خانواده خسارش خشوی ما هم ببینن. در این تو شرایط اینا بهترین راهکار میتونه حرف زدن باشه، چون خواهر اینا هم بی تجربه هست، کدام تجربه زندگی بلند را نداره، شاید سنشون هم 18 و 17 و 19 باشه که گفتن سن خواهر ما خورده است. باید فامیل دختر برن فامیل پسر را امروش حرف بزنن، یک جرگه را به میان بیارن که خانم هم خواسته شوه، شوهر هم خواسته شوه، پرسیده شوه که آیا دختر از کدام چیز کمبود داره که خودت یکقدر بالای سختگیری میکنی، آیا فامیل ما از کدام چیز کمبود داره و آیا ای که دختر ما به خواست تو نیست که امروش یک حالت خطرناک و یک حالت سخت و رکیک را پیش میری. در این تک شرایط حرف زدن میتونه راه حل باشه، چون فامیل ها فرق میکنه، ذهنیت ها فرق میکنه، ولی که تماس اینا هم وصل نشد که چند سوال بود باید ما میپرسیدیم، باید حرف بزنن، با حرف زدن میتونن ان شاء الله مشکل را حل بسازن. ممنون، خسته نباشید. بینندگان عزیز، این بود برنامه امروز. آرزو میکنم که در مورد ازدواج اجباری هر مسئله‌ای که بر شما بوده و هر سوالی که در ذهنتان بوده ما تانسته باشیم براتان پاسخ داده باشیم. تا یک روز بعد دوباره خدمت شما قرار میگیرم. همه شما رو به خداوند یکتا و یگانه امانت میکنم. شب روزتان بخیر. خدا نگهدارتان.